عشق به ذات می نماید، گاهی به صفات می نماید. عاشقی کن تا ببینی نازنین، آسمان را از کبوتر نقطه چین. افلاطون هم معتقده که اصلا برای کائنات بر خشت عشق نهاده شده. گفتگو می کردیم با دکتر نوریالا بار گذشته به مسئله عشق رسیدیم، موضوعش، و اجازه بدید که گفتگو رو دنبال بکنیم. عرض ادب دارم خدمت شما، از همه مراحم شما صمیمانه سپاس گذاریم. دکتر نوریالای عزیز، درود مجدد بر شما. سلام بر شما، بر بینندگان ارجمند شما و همکاران گرامی. خوشحالم شما رو از راه دور میبینم، امیدوارم خوب باشید. خب دکتر نوریالا، به خاطرتون از بار گذشته رسیدیم به عشق، و پرسش من این بود که شما به هر حال با این با فرم در فرم کهن و کلاسیک در شعر چندان موافقتی ندارید که شاعر امروزی و همون فرم های پیشین وفادار بمونه، اما یک چیزهایی هست، موضوعاتی که قدیمی هست، کهنه هست، با انسان به دنیا آمده، مثل عشق. از شما پرسیدم که با این چه کار میکنید. تصور میکنم که روابط شما با عشق خیلی صمیمانه است، چون میبینم هنوز هم در اشعار خودتون به این به موضوعی به نام عشق خیلی پایبندید و خیلی هم ارادت دارید. میخواستم دیدگاهش با دیدگاه شما آشنا بشم، بعد بپردازیم به کارهای شما، از جمله در سینما، ببینیم تا چه حد این افکار به سینما انتقال پیدا کرد و موفق شد که خودش رو ابراز کنه. ببخشید، بفرمایید. بله، عرض کنم که ببینید دو تا مقوله بود دیگه، یکی یک مضمون و موضوعه، یکی عرض کنم که فرمه. بله، من فکر میکنم که فرم در هنر یک دوره داره و دورش رو که تیکت به یک مرحله اشباعی میرسه که دیگه نمیتونه از خودش جلو بزنه. شما نگاه کنید مثلا سبک ابستره رو آقای پیکاسو پیدا میشه و نقاشی هاشو میکنه این حرفا، ولی اگر امروز یکی بگه که من در سبک ابستره کار میکنم یا پیرو به مکتب پیکاسو هستم، یعنی این که داره کار تکراری میکنه، کلیشه سازی میکنه در واقع. از نظر فرم من معتقدم که فرم شعر، عرض کنم که تغزل، و حالا تغزل کمتر، ولی قصیده سرایی و مثنوی سرایی و این حرفا، اون هم با اون بخشنامه های قلاز و شداد، عرض کنم که اسیرالدین اخسیکتی که میگوید مثلا همه ابیات باید مساوی باشند و وزنشون یکی باشه و قافیه ها سر جای خودشون باشن، این دیگه این فرم، عرض کنم که نمیتواند در عرصه هنر، عرض کنم که نوآوری کنه. من در مورد آقای هوشنگ ابتهاج این رو خدمتون عرض کردم. هوشنگ ابتهاج یکی از نوابق شعری ماست که میتواند به سبک هر شاعر بزرگ گذشته ما شعر بگه، اما نمیتونه از هیچ کدوم اونها جلو بزنه. مثنوی میگه زیباتر از مولوی، غزل میگه زیباتر از حافظ، اما دیگه چیزی توش نیستش که خاص امروز و خاص هوشنگ ابتهاج باشه. و به همین دلیل این ضرورت پوست انداختن و نو شدن و با جهان نو روبرو شدن بوده است که مثلا شعر نو ما رو، شعر جدید و شعر نو و شعر موج نو و شعر حجم و همه این چیزها رو به وجود آورد در طی دوران معاصر ما، که مو اوائل این جلسات صحبتشون رو یه کمی کردیم. بعضی هم برای من نامه می نویسن، گله می کنن که آقا تو گفتی نمیدونم چهار نوع شعر وجود داره، ولی دو تا شعر نوع اولش که گفتی دیگه متوقف شد. گفتم آقا این آقای میبودی من از این در به اون در می کشونه، دست من نیست. گفت رشته ای بر کردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. ولی من اعتقادم بر این استش که از لحاظ مضمونی اساسا آدم قادر به ایجاد مضمون جدیدی نیست. مشهور است که میگویند که از لحاظ مضمون و موضوع مثلا 800 تا 850 تا موضوع وجود داره که کل آثار هنری جهان بالاخره یک کدوم از اینها رو در بر میگیره. درست. و اینها به در واقع مضامین جاودانه ای هستند که با مغز انسان کار ندارن، بلکه با عواطف انسان کار دارن. این توده خاکستری که در جمجمه ما قرار گرفته دارای دو تا بخش عمده متفاوته.
یکی تعقل و استنتاج و استدلال و غیره، یکی اما نشان دادن واکنش های عاطفی که از شادی تا اندوه، از خشم تا آسایش و غیره، اینا رو در بر میگیره. و شما وقتی که میایید به حوزه بیان عواطف خودتون، یک مرتبه میبینید که دیگه عقل پاش اونجا لنگ میشه. ببینید، ما وقتی که به طور ساده، حتی وقتی که میگیم که میخوایم زیبایی یکی رو وصف بکنیم، نمیگیم تو چقدر زیبا هستی، میگیم مثل ماه میمونی. یعنی از طریق کاربرد تشبیه یه چیز رو به یه چیزی دیگه شباهت میدیم و اون چیزی رو که از اون درک میکنیم از طریق این تشبیه منتقل میکنیم به این. حافظ مثلا میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمیکنه. حالا منهای اون اعجازی که در این چه هایی که توی کلامش هست، ولی یار خودش رو که معلومه یار قد بلند و زیبایی بوده و اینها، میگوید سرو چمان من، یعنی مثل سرو میچمه. سرو وایسته سرجش تکون نمیخوره، اما سرو حافظ در حال راه رفتنه. میگن همسرش خیلی قدش بلند بوده، همسر رعنایی داشت. حالا اینجوری که میگن، حالا شما شیرازی ها بهتر میدونید مثلا. میگن قد همسر، یعنی مادر محمد که متاسفانه در میگذره. بله، میفرمود. عرض کنم که به همین دلیل من فکر میکنم که موضوعاتی مثل عشق، مثل خشم، مثل اندوه، اینها موضوعات دائمی زندگی بشر هستند و هرگاه که آدم بخواد از اونها سخن بگه، از اون ادراک و عاطفه‌ای که داره سخن بگه، اصلا دیگه بحث تعقلی و استدلالی کنار میره و آدم وارد حوزه‌ای میشه که حوزه عاطفه است و حوزه عشق است، و عرض کنم که از خود برون شدن و با دیگری یکی شدن. من با وجود با تمام وجودم حس میکنم و خوشحالم. این یکی از سعادت‌های زندگی منه که این حس در من هست. کاملا. میخوام از شما سوال کنم که در دوره قبل از انقلاب بالاخره ما رسیم به یک مرحله جوششی مثلا در قلمرو شعر و ادبیات و قصه و سینما و اینها، چرا بعد از انقلاب ناگهان همه چیز متوقف میشه؟ ببخشید، فرمودید چرا بعد از انقلاب؟ آره، یه باری که همه چیز متوقف میشه. حالا ممکنه گفته بشه که خب مربوط میشه به درون مملکت و شرایطی که وجود داره. در بیرونم دیگه ما شاهده به اصطلاح خلاقیت تو اون مرحله هایی که در گذشته رسیدیم نیستیم، یعنی خلاقیت چنین ارتفاعی پیدا نمی کنه. والا به نظر من شرایط اجتماعی در این زمینه کار خودش رو کرده. ما عرض کنم که در داخل کشور پس از انقلاب اسلامی اتفاقا، چون می دونید قبل از انقلاب از سال 50 تا 57 ما یه دوره توقف در هنر رو داشتیم و حتی یه دوره‌ای که بنده اسمش رو گذاشتم دوره بازگشت، به سبک دوران فتحعلی شاه، که می‌دونیم شعرای ما تصمیم گرفتن برگردن به دوران غزنویان و نمی‌دونم منوچهری و خاقانی و غیره، و اسم اون مکتب شد مکتب بازگشت. ما در فاصله 1350 تا 57 هم یه دوره بازگشت رو داشتیم و رفته رفته بود که از دو مرتبه غزل سرایی و قصیده گویی و این حرفا مد شد و شعر نو روز به روز عرض کنم که ضعیف‌تر شد. به نظر من دیگه در سال 50 و مثلا 4 53 اصلا شعر از نفس افتاده بود. یعنی پس سینما... یک گرایش ارتجاعی ما پیدا کردیم در قلمرو هنر. بله، ولی خب ارتجاع همون ترجمه عربی کلمه بازگشت، بازگشت. ما رجوع میکنیم به گذشته خودمون. هر کار بازگشتی یک نوع کار ارتجاعیه. و بعدم خب با انقلاب که پیش آمد که دیگه مسئله تودگیر شدن هنر بود، دیگه کسی حوصله نداشت که نیمایوشیج بخونه. همه تبدیل شدن به شاعران غزلگو و قصیدگو و غیره. و بعدم مثل دوران صفوی که پادشاهان صفوی شعرها رو تشویق میکردند که در مدح ائمه اطهار شعر بگن، عرض کنم که این حکومت اسلامی هم شروع کرد شاعران مذهبی رو پرورش دادن و جلوی خلاقیت نوآورانه شعری رو به کل گرفت. این یکی بود.
یه مشکل دیگه که حکومت اسلامی آفرید مسئله این بودش که اکثر اینها از دل جریانات انقلابی پیش از انقلاب آمده بودن بیرون و در اون دوران به خصوص در زمینه شعر و عرض کنم قصه و نمیدونم نمایشنامه، یعنی هنرهای لفظی، یه نوع قراردادایی وجود داشت. اگر که شاعر میگفتش که مثلا ابر آمد جلو خورشید و گرفت، یا زمستان از سرها در گریبان است، هیچ کسی به ظاهر این الفاظ اکتفا نمیکرد، میگفتن آقا اخوان ببین دیدی چی گفت، گفتش که مصدق رو که انداختن زمستان شد و دیگه نمیشه کسی حرف بزنه، یا شاملو که گفت ابر آمد جلو خورشید و گرفت، منظورش این بودش که مثلا در ایران کودتا شد. یه نوع عرض کنم که کودیفیکیشن یا چجوری بگم رمزیابی، نشانه گذاری در شعر به وجود آمده بود که خب تا مقداریش رو سعی میکرد سازمان امنیت دوران گذشته کشف بکنه. به همین دلیل هم همین آقای عباس پهلوان که سردبیر ما بود یه روزی نشون داد که از سازمان امنیت یه لیست بلند بالا آمده که استعمال این کلمات در شعر ممنوع است. ما دیگه نمیتونستیم راجع به مثلا سرخ اصلا شعر بگیم. مثلا نیما ایشیج گفته بود زردها بی خود قرمز نشدند، حالا این یعنی که چینیا همینطوری کمونیست نشدند، بنابراین زرد و قرمز ممنوع، گل سرخ ممنوع، جنگل ممنوع، ستاره ممنوع. خب اینا همه سمبولیزم کمونیستی هم بودن دیگه، داس و چکش بود، ستاره نمیم رهایی بود، همه این حرفا، و یا جریان سیاهگل و جنگل و مبارزات چریکی و اینا، در نتیجه یه سری ممنوع شده بود. این کلمات رو بسیاری از سانسورچی های بعدی به خاطر اینکه از دل این جریان خودشون بیرون آمده بودن کاملا میشناختن و خیلی دقیقتر و مور و از ماست کشنده تر در مورد اشعار عمل میکردن و میگرفتن میداختن زندان. حالا اونجا میگفتن که آقا به شاعرها بگین که این کلماتو به کار نبرن، ولی اینجا صحبت شلاق. من یه شاعر خیلی خوبی داشتیم، الان چون در ایران اسمشو نمیگم، این بیچاره رو به خاطر شعرش برده بودن، انقدر زده بودنش که این سالها اصلا حاضر نبود که حرف بزنه. چهار تا شعر گفته بود که اتفاقا اشعار سیاسی هم به اون صورت نبود. بنابراین توی تئوری شعری که بعد از انقلاب خلق شد، آمدن گفتن که شعر بر دو قسم است، شعر مفهومی و شعر غیر مفهومی، و دوره دوره سرایش شعر غیر مفهومیه، یعنی که ما نمیتونیم معنای این شعر رو بفهمیم، بلکه باید اون امپرسیونی که شعر روی خواننده میذاره اون رو درک بکنیم. مثلا شروع کردن تجدید نظر کردن روی شعرهای ما قبل انقلاب، خیلی ها از جمله احمد شاملو رو میگفتن آقا این شعرش ضعیفه، به خاطر اینکه آدم میتونه بفهمه چی داره میگه، در حالی که شعر نباید فهمیدنی باشه، باید نمیدونم درک کردنی باشه، یا هر کلماتی که اونها به کار بودن. بنابراین در چی واقع چی کسانی این طرز فکر رو نمایندگی میکردن؟ اسامیشون رو داری؟ من اسامیشون رو ندارم، یادم نیستش، چون دورا دورم شاهد این ماجرا بودم، در ذهنم نمونده. بعدم اصلا چه لزومی داره؟ میخوام ببینم که این طرز فکر رو در جایی عرضه کردن، در کتابی، نشریه، رساله ای؟ بله بله، در نشریاتشون تمام این حرفا مطرح شده، عرض کنم مجله، به خصوص روزنامه هایی که در میامد، مثل روزنامه نشاط، روزنامه کیان، در اونجا اینا مقالات مفصلی در این زمینه نوشته بودن که شعر جدید ما دیگر شعر مفهومی نیست. ولی طرحی که نگاه میکردید منظور این بود که یه طوری نگیم که این مرتیکه ای که اونجا تو وزارت اطلاعات نشسته بفهمه. به هر حال به نظر من یعنی شعر ضد امنیتی شده بود. بله شعر ضد امنیتی شده بود. ضد امنیتی شده بود. تئاتر هم اینطور بود، جلو تئاتر هم گرفتن، نگذاشتن تئاتر ادامه پیدا کنه. ولی نوری الله، چرا مثلا وقتی به موسیقی میرسیم این طرز تلقی دیگه وجود نداره؟ یعنی هنوز ایرانی ها آثاری گوش میکنن که متعلق به موزه است؟ یعنی شما کماکان در دستگاه های ایرانی درست همون الهان، همون آهنگ ها، همون ریتم های مربوط به صدها سال پیش رو تکرار میکنین، ایرانی ها میرن تو سالن ها، تالار ها گوش میکنن و لذت میبرن.
هیچ کم طالب نوآوری در این زمینه نیست، هیچ طالب نیست که اینا رو جمع بکنید یه سبک نو رو بگذارید یا دستگاه ایرانی رو کنار بگذارید. ببینید من این مطلبی رو که جناب علی می‌فرمایید رو قبول ندارم. یعنی من فکر می‌کنم که در حوزه موسیقی کلاسیک ما، من موسیقی شناس نیستم، اینا خونده ها و شنیده هایی که خدمتون بازگو می‌کنم، ما دارای یک سری دستگاه های موسیقیایی بودیم که مثلا در زمان ساسانیان تعدادشون زیاد بود، بعد از اسلام بعضی هاشون از بین رفتن، بعضی هاشون باقی موندن و تا مثلا حوالی اواسط قاجاریه شکل و سامان مختلفی ندارن که ما بگیم که یک امر ثابتی از گذشته ما وجود داشته و امروز به ما رسیده. در واقع در عصر قاجاریه و آشنا شدن با موزیک نوت نویسی و غیره فرنگی بود که آمدن دستگاه های آوازی ما رو هم یا موسیقیایی ما رو هم آمدن تثبیت کردن. اما همون موقع که این کارو کردن مصادف شد بلافاصله با جریان مشروطه و در مشروطیت اینها متوجه این شدن که این دستگاه ها پاسخ رو نمیده. بنابراین همان گونه که در شعر ما نیمایوشیش پیدا شد و موسیقی شعر نو به وجود آمد، در موسیقی ما هم اتفاق افتاد. آدمایی مثل شیدا، مثل عرض کنم که عارف، مثل سبا، اینها همه آمدن بر فراز اون مصالح موسیقی کلاسیک موسیقی جدیدی رو به وجود آوردن. مثلا شما فکر کنید که یک دستگاه آوازی ایرون یک مثلا یه پیش درآمدی داره، بعد وارد یک متن میشه، بعد به یک چارگاه و چار ضربی میرسه، بعد به یک گوشه هایی میره و بالاخره به انتها میرسه. مثلا شیدا خان یا عرض کنم که عارف و اینها آمدن گفتن خب مثلا ما این پیش درآمد ها رو که اسمش گذاشتن رنگ از توی این دستگاه ها در میاریم، مستقلشون میکنیم و شروع کردن موسیقی مشروطیت رو از مرغ سحر گرفته تا شعرهای دیگه که هممون میشناسیم که اصلا در موسیقی ایران سابقه ای نداشتش، اما بر بنیاد دستگاه های ایرانی ساخته شده بود. یعنی اینکه از بعد از مشروطه به بعد یه نوع حرکتی پیش آمد که یک زیربنای موسیقیایی ما داشتیم، اما خواننده و نوازنده یک سری آزادی هایی داشتن که حتما نباید از پیش درآمد شروع کنن، برن تو متن و برن تو چهارمضراب و غیره و فلان. این فقط یک نوع آموزش دبستانی و دبیرستانی یا دانشکده‌ای بود، ولی وقتی که طرف هنرمند میشد میامد بیرون دیگه آزاد بود. من اتفاقا دیشب داشتم مطلبی رو میخوندم، یه مصاحبه ای رو با آقای گلپا به مناسبت 80 سالگیش. ببخشید روشه جان، من به علت سرمخوردگی از این قرصای چیز ضد انرژی خوردم، بنابراین کار خوبی کرد. عرض کنم حضورتون که او در جواب به خاطرات آقای ابتهاج که منتشر شده اخیراً و بخشی از اون متعلق به دورانی است که ایشون میشه رئیس برنامه گلها و اداره موسیقی و غیره و اعتقاد خود ایشون اینه که انقلابی رو اونجا به پا کردن، اما ما میدونیم که خوانندگانی مثل گلپا و غیره حاضر به همکاری با ایشون نشدن و گلپا توی این مصاحبه دیشب خودش که روی اینترنت من میخوندم میگفتش که ایشون آمده بود میگفتش که شما باید دستگاه ها رو همون گونه که از اول شروع میشه تا پایان همونجور اجرا کنید. یعنی آقای ابتهاج، آقای ابتهاج میگه و اگر که 10 دفعه این دستگاه رو اجرا میکنید حق فلبداه سرایی و نوآوری ندارید، شما باید عیناً اجرای دهمتون با اجرای اولتون مو نزنه. در حالی که بداه سرایی در آواز ایرانی، در موسیقی ایرانی از دیرباز وجود داشته، زیربنا دستگاه های موسیقی هایی بودند، اما هر هنرمندی میگفتن که مثلا اجرای شور گلپا با اجرای شور بنان فرق داره، اینا شور رو که یک دستگاه معینه دو جور مختلف میخونه. درست. بنابراین به نظر من ما در موسیقی همیشه رهرو راه عرض کنم که نوآوری بوده ایم، مگر اینکه دستگاه های دولتی میامدن
جلوشو میگرفتن. شما نگاه بکنید که الان از وقتی که موسیقیدانان ما شروع کردند، تقریبا میشه گفت از اواسط دهه 40 بود دیگه که ترانه سراهای ما پیدا شدن، موسیقیدانهای جدید ما پیدا شدن، آهنگهای جدید رو ساختن، خواننده های جدید پیدا شدن و این سنت ترانه سرایی در شعر ما زنده شد. شما مقایسه بکنید مثلا ترانه سرایی سال 1335 رو با ترانه سرایی سال 1345 رو، توی 10 ساله یک تغییر عمده‌ای به وجود آمده بود، هم از لحاظ سرایش شعر هم از لحاظ موسیقی. ولی ببینید مثلا در مورد همین آقای ابتهاج که الان اشاره کرد، شاعری که در قلمروی سیاست انقلابی است، انقلابی یعنی میخواد یه نظام 2500 ساله رو یک جا زیر رو بکنه، نظم جدید بگذاره، در قلمروی شعر سنتگراست، در قلمروی موسیقی ارتجایی، یعنی عقب‌گراست. آدم حیرت میکنه. البته کاملا حیرت انگیزه و نشون میده که یه جای کار لنگه، ولی من دیگه قاضی اون مسئله نیستم. ولی کاملا این رو درست میفرمایید که تعینات مختلفی در یک وجود میتونه جمع بشه. کاملا. خب دکتر ریالا، حالا برگردی بعضی که تو وصفی از عشق رو عرضه کردی، تو به موسیقی هم پرداختیم، دوباره خواهش میکنم ما رو سوار بر همراه کاروان همراه کار برگردیم به مکه. یعنی همون مسیری که نبودی. من واقعا گاهی خجالت میکشم که میشینم جلوی دوربین همینطور اظهار فضل میکنم. چقدر لطف میکنید راجع موسیقی و نمیدونم حکمت و فلسفه. مطمئنم که همه مردم لذت میبرن از این حرفا و چقدرم تشکر میکنیم از شما که به هر حال اینا رو به یاد میاری، تو با ما رو سهیم میکنی در گذشته خودتون و همینطور طرز فکر امروزین خودتون. خب خواهش میکنم ما رو دوباره برگردیم، ما راهی هستیم از مدینه به مکه. بنده در سال 52 رفتم به زیارت خانه خدا و چون زودترم اون کاروان شرفت اغلی به عربستان میرسید، اول میفرستادن اشخاص رو به مدینه و بعد میامدن به مکه. و من داستان مدینه رو خدمت شما توضیح دادم و گفتم که در اونجا عرض کنم که یک باره آموخته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی من شروع کردن در من زنده شدن. یعنی یهو این پوسته قدیسانه مسائل کنار رفت، حالا شما وارد مسجدی شدین که مثلا پیغمبر درش نماز خونده. خب برای ذهن مذهبی این یک عرض کنم که حادثه بزرگی دیگه. من یادم وقتی که رفته بودم در کوه حرا در مکه، در اونجایی که اولین آیات قرآن نازل شد، یکی از زیارتگاه های بیرون مکه هستش دیگه، یه دوتا سنگی که رو هم افتاده بهش میگن غار حرا. خب شمایی که رفتی عمیق شدی، نمیدونم قرآن رو خوندی، داستان این رو میدونی که پیغمبر رفته بود توی اون غار خوابیده بود، بعد یک مرتبه مثلا شخصی نورانی و رو ظاهر میشد بهش نهیب میزد که اقرأ 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 و این نمیدونست اقرأ یعنی چی و میگفت چی رو من بخونم، بعد میگفت اقرأ بسم که رب نه فلان، حالا یادم هم رفته همه این حرفا. شما وقتی که وارد این جا میشدید، اول برق آدم رو میگه بیداد بیداد، من در حضور افسانه و اسطوره و غیره هستم. ولی بعد یواش یواش که به تمام قصه نگاه میکردی و به خصوص جنبه های اجتماعی و تاریخی و سیاسی ماجرا رو نگاه میکردی، یهو میدیدی که این تاریخ قدسی یک تاریخ واقعی هم داره پشت بند خودش و این تاریخ قدسی رو ذهن خیال پرداز آدمی بر روی اون سوار کرده. سوار کرده، درسته. به طوری که حتی در تمام قرآن مرتباً این اصرار رو از جانب خود پیغمبر میگید که آقا من آدمی مثل شما هستم، من معجزه ندارم، انا بشرون مثل کن مثلو. این هو الا وحی و نیوها، من فقط پیغام رو میآورم و وحیی که بر من نازل میشه رو بیان میکنم، وگرنه من هیچ تفاوتی با دیگران ندارم. شما فکر کنید یه مرتبه حالا 1400 سال بعد پیغمبر یه موجودیه که عکسش که میکشن یک چراغ نئون دور سرش روشنه و عرض کنم که معصومیت کامله. من یادم در دوران دانشگاه که میرفتیم یه
آخوند خیلی مشهور ایران اون موقع آقای عرض کنم که سنگلجی بود که در دانشکده حقوق درس میداد، فقه اسلامی درس میداد. میگن آدم خیلی جالبی بوده. بسیار آدم جالبی بوده ایشون. من یادمه که یک بار سر کلاس ایشون نشسته بودیم، خیلی هم آدم شوخی بود و بچه هم چون میدونستن این مزاج شوخ داره باهاش شوخی میکردن. من یادم یکی بلند شد که آقا ما اجازه داریم، گفت بفرمایید. گفتش که راسته که حضرت پیغمبر وقتی که برای توالت تشریف میبردن ازشون گل سرخ و گل نمیدونم بلایل و این حرفا بیرون میامد، همه حالا هم خندهشون گرفته بود که نمیتونستن عکس العمل نشون بدن. یهو سنگلجی گفت آخه مرد حسابی اون که دیگه ماتحت نیست، اون باغ گله. میگن یک دفعه طلبه ها میریزن گریان، صبح زود بوده، میریزن به خانه ایشون و خبر میدن که یک امامزادهی که در نزدیکی شهر لی بوده این رو مامورا داره خراب میکنن و میگه که خب حالا شما چی میگید؟ برید بپرسید میخوان جاش چی بسازن. اگه میخوان کازینو بسازن خب میشینید گریه کنید، ولی میخوان مدرسه دانشگاهی بسازن خوشحالم باشید، چون در انتصاب اون امامزاده به ائمه اطهار جای شک فراوان است. بله من آدم مانمکی بود. بله ایشون عرض کنم که هم مؤمن بود و هم به نظر من یکی از اولین نو اندیشان مذهبی محسوب شد که سعی میکرد که اساره عرفانی مذهب رو به زندگی جدید ما گره بزنه. به هر حال منظور من اینه که در این سفری که بنده رفتم بین این عوالم همینطور من در نوسان بودم، یعنی یک لحظه وارد اون تصویر قدسی ماجرا می شدم، در یه لحظه نگاه می کردم می دیدم که نه این زندگی واقعیه. انا بشرون مثلکم، خودش میگه که من مثل شما هستم، هیچ فرقی با شما ها ندارم. اما خب در چشم یک آدم معتقد اصلا قضیه این گونه نیست. این رو عرض میکردم که در نتیجه سفر به مدینه ما میدونیم که پیغمبر اسلام سه دوره زندگی داشت. یکی از کودکیش بود تا عرض کنم ازدواج با خلیجه و راهی کاروان شدن و رفتن به جهان متمدن اون روز، مثل اینکه مثلا الان از ایران میان به امریکا، رفتن از مکه به اورشلیم هم یه همچین حالتی رو داشت و در این سیر و سلوک بود که تا 40 سالگی ایشون ادامه پیدا کرد که عاقبت به مسئله پیامبری خط شد. ایشون 13 سالم در مکه بودن و بعد رفتن به مدینه و 10 سالم در اونجا حکومت کردن. ما این داستان رو حالا در این سفر برعکس می دیدیم، یعنی اول رفته بودیم مدینه و قلمرو حکومتی ایشون رو و حوادث سیاسی اونجا رو، از مرگ پیغمبر، از قدیر خم، از سقیفه بنی ساعده، از ایجاد منصب خلافت، همه اینها رو از یک سو می دیدیم و از سوی دیگه خب اون جریان تاریخی قدسی هم حضور داشت. اما به من می گفتش که تو نمیتونی دست از تبیین جامعه شناسی یا علم سیاسی ماجرا بگیری. اما حالا برمیگشتیم به مکه. مکه شهری بود که هنوز پیغمبر نه قدرت سیاسی داشت نه قدرت اجتماعی داشت. آدمی بود که عرض کنم مسخرش میکردن و اذیتش میکردن تا موقعی که همسرش خدیجه زنده بود، تا موقعی که عموش ابی طالب زنده بودن اینها کاری باهاش نداشتن، ولی بعد از مرگش این واقعا گرفتارش میکردن، توف به صورتش مینداختن، از بالای سرش مثلا خاکستر میریختن رو سرش. خیلی زندگی عرض کنم که سختی رو در مکه میگذروند و به همین دلیل هم شما قرآن رو که میخونید باید اون بالاش رو نگاه کنید که این آیه آیه مکیه یا آیه مدنیه. اگر آیه مکی باشه یهو میبینید که اصلا بحث راجع به دنیا و سیاست و حکومت و ارث و میراث نیست، بحث راجع به معنویت و عرض کنم که مسائل عرفانیه. و حالا ما برگشتیم به مکه، به سرزمین عرفان اسلامی. خب در همینجا رو داشته باشی، سرزمین سیاسی در همینجا رو داشته باشی، در بیانان یا تو باشه تو کجا آمدیم و همراه آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. دکتر نوریالا خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما
شکو خانم رو خیلی سلام بلند بالا داریم. امیر جان تشکر میکنم، تا دیداری دیگر. مرمت شوزیم.